بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، سلام علیکم، وقت شما به خیر، نماز روزه هاتون قبول باشه، میلاد پر خیر و برکت آقا امام حسن مجتبی ابن علی علیه السلام رو خدمت تمامی شما بینندگان عزیز و کلیه مسلمانان جهان عرض تبریک و تهنیت داریم. امیدواریم از این که باز هم این توفیق رو داریم به صورت زنده و مستقیم از استدیوی بین الحرمین شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا و در همجواری با حرم مطهر آقا سید الشهدا سلام الله علیه که خدمت شما هستیم، خوشحال باشید همانندی که ما خوشحالیم و بتونیم انشاءالله بهترین ها رو در امشب خدمت شما تقدیم بکنیم. الحمدلله رب العالمین. در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید محمد علی موسوی هستیم از قم مقدس و انشاءالله استفاده میکنیم از صحبت های این بزرگوار، این سلاله پیغمبر، بعد از اینکه به واسطه ایشون خدمت آقا سید الشهدا سلام الله علیه برادر بزرگوارشون آقا ابوالفضل العباس علیه السلام عرض سلام و عرض حاجت داشته باشه، اجازه بدید به نیابت از شما و خودم خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین ها سید محمد علی موسوی عرض سلام و عرض ادب و عرض تبریک دارم میلاد مسعود آقا امام حسن مجتبی رو و عرض بکنم انشاءالله نماز و روزه هاتون قبول باشه. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اسأل الله ایامکم و تقبل الله اعمالکم. نماز و روزه هاتون قبول باشه انشاءالله. شما آقای حاجی عزیز و همه ممنونیم دوستان و بر بچه های کانال امام حسین که ما دلمون به حضور شما در کربلا بسیار خوشه و هر وقت که تلویزیون ها روشن میکنیم و این پنجره رو به سمت سوی حرم ارباب و آقا قمر بنی هاشم روشن میبینیم و برقرار میبینیم دلمون خوش میشه و احساس میکنیم که هر روز و هر ساعت زمانی داریم و موقعیتی داریم تا بتونیم به ارباب بیکفن سلامی عرض کنیم. من با اجازه شما الحمدلله و نیابت از همه عزیزانی که پشت این پنجره نشستن و منتظر این هستن که تصویر به طرف حرم مطهر امام حسین برگرده، با اجازتون سلامی به ساحت مقدس ارباب بیکفن عرض خواهم کرد. ممنونیم، متشکر، در خدمت شما هستیم. السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله، السلام عليك يا صار الله وابن صاره، السلام عليك يا بتر الله الموتور في السماوات والأرض، سلام بر تو ای حجة خدا و پسر حجة خدا، سلام بر تو ای کشته راه خدا و پسر کشته در راه خدا، سلام بر تو ای کسی که خدا خونخواه او خواهد بود و پسر کسی که خدا خونخواه اوست، سلام بر تو ای کسی که در آسمان ها و زمین تنهایی یگانه‌ای و در روزگار خود تنها و بیار شدی، سلام ما به تو ای حسین شهید، سلام ما به تو ای آقای تشنه لب، سلام ما به تو و اصحاب تو، سلام ما به تو و به فرزندان تو و به اهل و عیال تو و به اون کسانی که در راه تو کشته شدند و اسارت کشیدند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار فلا جعله الله آخر الاهد منی لزیارتکم. آقا مولا امام
امام شهید، امام مظلوم، این آخرین سلام من نباشه، گرچه آرزو دارم آخرین جمله ای که در این دنیا میگم و از این دنیا میرم سلام من به ساحت تو باشه مولا جان. اما انشاءالله که مرگ منو مهلت بده تا بیام تو کربلا صحن سرای تو از نزدیک دم اون ذریح با صفا به تو سلام بدم. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما برادر عزیز هستم جناب آقای حاجی یاز و آماده هستم که امشب عرایزی داشته باشم خدمت بینندگان محترم. قبول باشه زیارتتون بزرگواران، امیدوارم هر جا هستید صحیح و سالم باشید. و همینطور که جناب موسوی برای خودشون و ما آرزو کردن، نصیب و قسمت شما هم بشه هر چه زودتر مشرف بشید کربلا و از نزدیک زائر آقا سید و شهدا سلام الله علیه باشید و در نجف زائر آقا امیر المؤمنین، در کاظمین زائر امامین کاظمین و در سامر زائر امامین عسکریین باشید. ان شاء الله به همین زودی نصیب و قسمت همه شما بزرگواران هم بشه. جناب آقای موسوی خیلی خوشحالیم از اینکه باز دوباره در خدمت شما هستیم. من یک عذرخواهی بابت دیشب خدمت شما عرض بکنم و اینکه ما متاسفانه ظاهرا شما دقایق آخر برنامه رو صدای ما رو نداشتید و بدون خداحافظی از خدمت شما مرخص شدیم، چون حقیقتاً سر ساعت معینی پخش از ما گرفته میشه و استودیو رو باید تحویل بدیم برای بقیه برنامه ها. بزرگواری بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم. ادامه مبحث شب گذشتتون رو که انشاءالله همگی ازش استفاده بکنیم. قربون شما برم آقای حاجی یاد، اصلا ما با شما خداحافظی نداریم برادر، ما با شما همیشه در حالت سلام و احوال پرسی هستیم، خدا نکنه ما با شما خداحافظی داشته باشیم. خواهش میکنم، از باب موقتی عرض کردم. سلامت، ما حتی موقتا هم با شما خداحافظی نداریم. شما به قول اون شاعر پیش منی در یمنی و عرضم در یمنی پیش منی، هر جا باشید ما در کنار شما ایم و اگر نزدیک باشید پیش ما در کنار با باشید. میدونیم که دلتون کربلاست و اگر کربلا باشید میدونیم که باز دلتون یادتون و دعاتون همیشه کنار ماست و پیش ماست. قطعاً. بله ولی بله شما هر زمان که صلاح میزین، حتی اگر باز هم صدای شما به من نرسید، عرضم به خدمتون بدون هیچ تعارفی برنامه رو خودتون قطع کنید و نذارید که به برنامه های بعدی از نظر وقت خللی وارد بشه. ممنونیم از لطفتون. بزرگواری شما، من بحث رو باز مجدداً طبق روال هر شب خیلی سریع در عرض یکی دو دقیقه برای اون عزیزانی که امشب شب اول مشاهدهشون هست در محضرشون هستیم، ما داریم دوستان عزیز آخرین فرازهای خطبه شعبانیه آقا رسول الله رو بررسی میکنیم که حضرت فرمودن ای مردم، درها و دروازه‌های همه بهشت‌ها در این شهر، در این ماه باز است به سوی شما، به روی شما. پس از پروردگار خود درخواست کنید که اون درها رو به روی شما نبندد و درهای آتش‌های جهنم قفل و بست شده به روی شما، قفل و زنجیر شده به روی شما. پس از پروردگارتون درخواست کنید که اونها رو به روی شما باز نکند. الهی و شیاطین، الهیام و شیاطین در قل و زنجیر کشیده شدند. پس از پروردگارتون درخواست کنید، بخواهید که اونها رو بر شما مسلط نکنند. الهیام. بعد عرضم به خدمتون، خب یه سوال اساسی در این برنامه مطرح شد که گفتیم که چطور ممکنه که این درهایی که در این به اصطلاح ماه رمضان
باز باز و گشوده شده کامل، چهارتاق باز شده، به اذن الله، به ید الله، به قدرت الله، به روی مؤمنان، چطور ممکنه که اصلا این اتفاق بیفته؟ چجور ممکنه این اتفاق بیفته که این درها بسته بشه؟ یعنی ما وقتی که آقا رسول الله میفرمایند از پروردگارتان درخواست کنید، درسته که باید دعا کنیم، ولی مسلما اینکه این درها بسته بشه یه بخشش به دست ماست. ما چیکار باید بکنیم که اون عمل ما بر اساس اون دعایی که به زبون میاریم جوری منطبق باشه که خداوند این درها رو نبنده؟ و بعد اینکه این درهای جهنم که به روی ما بسته است، ما چیکار باید بکنیم و چه رفتاری از خودمون نشون بدیم، چه نیتهایی داشته باشیم که اون نیتهامون و اون رفتارمون با این دعامون، با این طلبمون منطبق بشه و خداوندی وقت این درهای جهنم ها رو به روی ما باز نکنه؟ و این شیاطین چجور در قل و زنجیر هستن که ممکنه که این قل و زنجیر باز بشه؟ در اثر چی ممکنه که این قل و زنجیرها باز بشه؟ جز اعمال و رفتار ما، جز گفتارهای ما، جز عرضم به خدمتتون که منشها و اخلاقیات ما، نیتهای ما؟ و ما چیکار باید بکنیم که این اتفاق نیفته، حالا که خداوند از باب رحمت واسعش درهای بهشت رو باز کرده، درهای جهنم رو بسته، شیاطین رو به قل و زنجیر کشیده؟ ما چیکار کنیم که این معادله به هم نخوره، این رحمت تبدیل به نقمت نشه در ماه رمضان؟ اشاره کردیم، گفتیم که جهاد از قول مولا امیرالمؤمنین که فرمودن جهاد دری از درهای بهشت است که برای خاصان و به اصطلاح بندگان ویژه خداوند اون در رو باز میکنه، که این در به مثابه لباس تقوا و زره بسیار قوی خداست که اگر خداوند این رو، این لباس رو کسی بر تن خود بکنه، خداوند او رو عرضم به خدمتتون که در امان می‌داره. همچنان که گفتیم اصلا اسم برنامه ما در این ده شب رمضان پناهگاه امن وحدانه، و این جهاد در حقیقت یک لباسی است که به عنوان زره محکم خداست که بندگان در امان میمونن وقتی این لباس رو بتن کنن، که اگر این لباس رو بتن نکنن، خداوند لباس ذلت و بلا و مصیبت رو بتن اونها میکنه. نستجیر بالله که بله، اون وقت این سوال مطرح شد که زنان مؤمنه این سوال رو خواهند کرد و کردن این سوال مکرر، که خب چرا باید این لباس امکانش نباشه که ما زنها به تنمون کنیم؟ چرا جهاد از ما برداشته شده؟ چرا ما زنها، زنهای مسلمان مؤمن شیعه اثناعشری ارزم به خدمتون که رافضیه، ما چرا از جهاد محرومیم و خدا این واجب رو از ما برداشته؟ که عرض کردیم از قول مولا امیرالمؤمنین علیه السلام که حدیث مفصلی، حضرت فرمودن الصلاتو قربان و کل تقیین و الحجو جهاد و کل ضعیف و لکل شیء زکاه و زکات البدنه از صیام، و بعد فرمودن و جهاد المرأته حسن التبعل. این عبارت آخر رو گرفتیم که جهاد زنان حسن التبعله، که حسن التبعل رو معنا کردیم، یعنی شوهرداری بر اساس استاندارد و الگوی برداشته شده از سیره و سنت فاطمه زهرا سلام الله علیها، به عنوان بزعه و پاره ای از وجود رسول الله، و نه پاره تن پیغمبر فقط، که پاره تن پیغمبر خدا هم هست فاطمه زهرا، اما وسیع تر از پاره تن، پاره وجود رسول الله که بخشی از وجود رسول الله هم نبوته. یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها بزعه تمام وجود رسول خداست، از جان رسول الله، از مسئولیت ها و رسالت رسول الله، تا تن مطهر و پاک و معطر رسول خدا. خب بله، و جهاد المرأته حسن التبعل که گفتیم، حسن التبعل بله، الگو فاطمه زهراست. و بعد هم
مثالی آوردین از فاطمه، از در حقیقت بگیم صدیقه صغرا حضرت زینب کبرا، گفتیم که حضرت زینب کبرا اونجایی که مسیر ظاهری همسرش از مسیر امام جدا شد، اساسا حضرت زینب کبرا هم به جای اینکه همراه شوهر باشن، پسر شوهرشون باشن و تفعول رو به عنوان تحقیل نسبت به شوهر به اسلام کنند به منصه دهود دارن، شوهر رو رها کردن و دنبال امام افتادن، که این حقیقت معنای حسن تفعول هست و درست شوهرداری بر اساس الگوی فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. بعد هم اومدیم بحثمون رو ادامه دادیم. البته ظاهر این جدا بودن مباحث از هم و مرتبط نبودن یه مقدار ممکنه که شنونده رو به فکر فرو ببره که خب اصلا این بحث فراز از خطبه رسول خدا چطور دفعه پریدیم به بحث جهاد، از جهاد اومده به حسن تبعول، بعد اومده به مسئله شناخت شیطان. این رو دقت کنن عزیزان، شاید ظاهر این بحث مقدار از همدیگه غیر مرتبط و غیر متصل باشه، اما در نهایت ما همه این گونه های تسبیح رو در یک نخ تسبیح قرار میدیم و ارتباطش رو با همدیگه پیدا میکنیم و نتیجه رو انشاءالله در شبهای پایانی این دهه که چیزی هم وقتی هم نمونده به اون شبها خواهید گرفت. ما در اگر خاطرتون باشه اون دوستانی که بودن پای برنامه و پشت این پنجره به روی حرم امام حسین سلام الله علیه، ما در شبهای اول گفتیم که ماه رمضان ماه عبرت‌های بسیار بزرگ است. در این ماه دو زن و دو مرد کشته شدند. یک زن از اون دو زن راهش به سمت بهشت بوده و یک زن از اون دو زن که کشته شدن راهش به سمت جهنم بوده. در همین ماه دو مرد هم کشته شدن. یک مرد حالا میگیم راهش به طرف بهشت بوده بلکه قسیم الجنت و ناره و اون آقا امیر المؤمنینه که مسیر سلام الله علیه سلام الله علیه، و یک مرد هم که ابن ملجمه مرادی لعنت الله علیه اشقیا باشه به دست مبارک امام حسن برای اجرای امر ارزم قصاص به درک واصل شد و مسیرش به طرف درک الاسفل از آتش جهنمه. بسیار این چهار قتل که دو قتلش فی سبیل الله و دو قتلش هم به سوی جهنم و ناره، این برای ما باید جای عبرت باشه. ما میخوایم این رو نتیجه بگیریم از این عرضم به خدمتون که عرایزی که بنده خدمتون دارم، این که حالا چطور ممکنه، چی میشه که یک انسان که میتواند درهای بهشت که به روی او باز شده است رو باز نگه دارد و وارد بهشت شود در ماه رمضان؟ اگر مرگ من مثلا در ماه رمضان انشاءالله مقدر شده، چیکار کنم که من در بهشت به رو باز باشه و وارد بهشت بشم در حالی که درهای بهشت باز هست؟ چرا باید یه نفر بشه ابن ملجمه مرادی و به درک واصل بشه و آتش جهنم بیفته در حالی که درهای خداوند، بهشت خداوند به روی بندگان وازه؟ چرا باید یه نفر مثل حمیرا به آتش جهنم، به سمت جهنم بره و جهنمی بشه؟ این باید به عنوان یک لعنت الله علیه، باید به عنوان یک عبرت بررسی کنیم و مطالعه کنیم ببینیم که دور نیست. یعنی اصلا اینطور نیست که حتما اسم ما در زمره بهشتی ها نوشته شده، نه همچین به اصطلاح رابطه فامیلی بین ما و ارزم به خدمتون که فرشتگان خدا نیست. ما با هیچ ارزم به خدمت عزیزان، با هیچ کرام الکاتبینی، با هیچ ارزم به خدمتون که نویسنده اعمال خوبت، ما رابطه خانوادگی نداریم که مثلا بخواد ولی حاج آقا اعمالمون این رابطه رو ایجاد میکنه. بله بله بله، اعتقاداتمون، گفتارمون، نیتهامون، اعمالمون اینها رو ایجاد میکنه. این مسلمه، ما با اعمالمون، با رفتار و گفتار و نیتهامون هست که بهشتی میشیم. میخوام اینو عرض کنم که واقعا کسی باور میکنه تا همین الانش بعد 1400 سال خیلی از همون کسانی که هنوز از اون طایفه منحرف ارزم به خدمتون خوارج باقی موندن برای روح
عبدالرحمن ابن ملجای مرادی طلب مغفرت میکنه، لعنت الله علیه، لعنت الله علیه. و بعضی از صوفیه در اشعارشون این رو بیان میکنند، از قول امیرالمومنین به دروغ بیان میکنند که نه زبان حال است و نه زبان قال، یعنی نه حدیثی در این رابطه از امیرالمومنین داریم و نه زبان حال امیرالمومنین، به دروغ. حالا در بحث ولا یغیرن خلق الله این رو من همین رو اشاره خواهم کرد که میان از زبان امیرالمومنین به دروغ شروع میکنند یک مکالمه، یک محاوره، یک دیالوگ خطاب به ابن ملجم بیان میکنن که آقا امیرالمومنین به ابن ملجم گفت دست درد نکنه که منو کشتی، من خودم تو روز قیامت شفاعت میکنم، پناه بر خدا، پناه بر خدا. که این دروغ رو به امیرالمومنین عرضم به خدمتتون میبندن. ولذا خیلی ها هستن که اون کسی که جهنمی شده رو بهشتی میبینن، خیلی ها هستن تا همین امروز حاضر نیستن خمیرایی که سم به جان مبارک رسول خدا داد و وجود ناظرین رسول خدا رو مسموم کرد و بشریت رو از وجود اون حضرت محروم کرد و حضرت رو به شهادت رسوند، حاضر نیستن بپذیرن که اون منحرف بوده و نام او رو به عنوان ام المؤمنین میبرن و با احترام میبرن و حاضر نیستن بپذیرن که او یک جنایتکار جنگی بوده، حاضر نیستن بپذیرن که خیلی ها تا امروز اگر به اسلام، به اسم اسلام دارن در دنیا جنایت میکنن به اعتبار پیرو خمیرا بودن که دارن جنایت میکنن. پس ببینید چقدر قضیه حساسه، چقدر قضیه سخته، و اگر حواسمون نباشه اون وقت به جای اینکه بعد از غیر المغضوب علیهم ولا الضالین بگیم الحمدلله رب العالمین، اشتباه میگیم آمین. حالا اینو همین الان میخوام براتون توضیح بدم در خصوص این آیه‌ای که دیشب مطرح کردم، امشب هم باز همین آیه رو مطرح میکنم و کاملتر روش بحث میکنم. خدا خیرتون بده. در آیه 119 قربون شما برم عزیزم، در آیه 119 از سوره نساء آجار یاز عزیز خداوند از قول شیطان میفرمونه. بینندگان عزیز دقت کنن، حتی میتونن مصحفهای شریفشون رو باز کنن، قرآن رو باز کنن، در قرآنهای ارزم به خدمتون اوریجینال صفحه 97 جزء 5 دقیقا در صفحه‌ای که نیمی از جزء 5 سپری شده، ابتدای نیمه دوم جزء 5، ما در آیه 119 سوره نساء می‌خونیم ولا اضللنهم، خداوند البته قبلش در آیه قبل می‌فرماید لعنه الله، خدا لعنتش کنه شیطان رو، و قال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، شیطان گفت خدایا من از بندگان تو، از بندگان تو خدا، اونایی که بنده تو هم و حتی خیلی هاشون معترفن به عنوانی که اینا بنده خدا هم. من دیشب عرض کردم آقای حاج آقا ریاض، من با بعضی از این کسایی که ارادت به شیطان دارن، ارادت به شیطان پیدا کردن، در این عرفانهای منحرف افتادن و مطالبی در در خصوص شیطان بیان کردن که ابتدای کار من اول باور نمی کردم که اینا دارن جدی میگن، و بهشون عرض می کردم دوست عزیز، برادر محترم، نکنه شما با من شوخی میکنی؟ میگم نه، خیلی جدی داره در قبال شیطان مطالبی رو میگه که ارادت خاص به شیطان داره، در این اینکه معتقد هست که من موحدم و خداپرستم و من عرضم به خدمتون شیطان رو نه تنها دشمن خدا نمیدونم، بلکه شیطان رو مأمور خدا میدونم. از قول یکی از کسانی که بسیار ایشون شهرت داره به عنوان عارف در زمان ما، عارف، ولی خب متاسفانه به جهت اینکه اهل علم نبود، اهل تحقیق نبود، اهل مطالعه نبود، اهل تتلمز در حضور علما و فقها نبود، از قول این آدم یه مطلبی رو نقل میکنن که اصلا انسان ابتدا که میشنوه میگه عجب حرف قشنگی ها، ولی وقتی دقت میکنه میبینه نه، این حرف خیلی منحرفه، خیلی خطرناکه. حرف چیه؟ حرف اینه که میگن شغل شیطان، مأموریت شیطان، مأموریت سگیست در خانه یک مولای بزرگ، یک انسان بسیار بزرگ، آقای خیلی بزرگ، مثل اینکه یک آقای، یک مولایی در خانه خودش سگی ببنده و این سگ مأموریت دارد که نگذارد انسانهای غریبه وارد خونه آقا بشن. توجه کنید، یعنی اونچه که شیطان در گمراه کردن انسانها
انجام میدهد، اینها مأموریتی بوده که خدا بهش داده. دقت میکنید؟ این همون منطق شیطان اتفاقا. رب به ما اغویتنی لاغوینهم اجمعین. خدایا حالا که تو من رو گمراه کردی، منم اینا رو گمراهشون میکنم. این که منطق شیطانه، که این که مصداق اتم و اکمله. ولیغیرن خلق الله ای دین الله، این منطق شیطانه. ولذا این آقایونی که با این منطق پیش رفتن، میگن هر چه در این عالم اتفاق میفتد، هر فعلی که اتفاق میفتد فعل خداست، پناه بر خدا. که اینها رو ما اصطلاحا بگیم آقایون وحدت وجودی، متاسفانه باید این حرفا رو در این شبها بگیم و شنوندگان و بینندگان عزیز رو متنبه کنیم که این حرفا الان جاری داره میشه تو حیات مذهبی، این حرفا داره جاری میشه توی خانواده های متدین و مذهبی، تو فضای دانشگاه های دینی و عرضم به خدمتون رشته های مثل الهیات و رشته های اعتقادی، تو حوزه های علمیه این حرفا داره مطرح میشه. که حالا اینها رو به عنوان وظیفه شرعی من بیان میکنم و ثابت میکنم که اینها منطق شیطانه. دقت کنید، عرض میکنه به درگاه خدا، لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، لعنه الله و قال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. خدا لعنتش کنه شیطان رو. خدا میگه، خدا داره میفرماد لعنه الله، وقتی آیون میگن نه، شیطان جای لعن نداره، شیطان مسئولیت و وظیفه‌ش رو داره انجام میده. شیطان در سگ در خونه خداست، نمیذاره که مثل سگی که در خونه میبندن نمیذاره غریبه وارد بشه. در حقیقت وظیفه شیطان هم اینه که غریبه ها وارد نشن. ببینید چقدر حرف ظاهرش قشنگ و براقه، اما هیچ سنمی با کتاب خدا نداره، هیچ سنمی با روایات شریفه نداره. و بعدم یه مقداری هم چون حرفاشون رو با ذوقیات میزنن، به اصطلاح حرفا و کلماتی از شعرا و عارف نماها میارن، عملا میونی یه عده باور میکنن و بعد هم ماها رو متهم میکنن به اینکه اینها صحفی هن، اینا نمیدونم اخباری هن، اینا فقط بلدن ظاهر قرآن رو بیان کنن، فقط ظاهر احادیث رو میبینن، اهل تعمق و معرفت و عرفان قرآن و حدیث نیستن، اینطوری ما رو متهم میکنن. در حالی که خیلی کلام قرآن و اطلت شریف رسول خدا و خود رسول خدا در باب شیطان خیلی واضح و روشنه. حالا دقت کنید، و قال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، خدایا من به یقین از بندگان تو یه سهم و نصیب مفروضی رو من اخذ میکنم، یه عده رو میکنم بنده خودم، یه عده میشن مال من شیطان. یعنی چی؟ یعنی جبره؟ یعنی الا و این که اینا رو پیشونیشون از اول خلقتشون بر نطفه منعقد شده شون نوشته اینا مال شیطان هم. نخیر نخیر، درها بازه به طرف بهشت. حداقل توی محرم زونیه ارزم شیاطین رو خدا در قل و زنجیر کشیده. او باورهای ما بر اساس باورهای ما، وقتی این باور به زبونم میاد و در اعضا و جوارح من به عنوان رفتار ظاهر میشود، در بهشت بسته میشه، در جهنم باز میشه، شیطان بر من مسلط میشه، شیاطین بر من مسلط میشن. پس کار به دست خودمه، جبر مطلق که نیست، ما قائل به جبر مطلق نیستیم. البته جناب استاد عذرخواهی میکنم، شیطان هم به این امرم اعتراف کرده که من به غیر از عباد خالص تو میتونم به این کار بپردازم، و الا عابدین و مؤمنین در خانه خودت رو، اونایی که خالص مخلص هستن رو، بهشون احاطه‌ای و تسلطی ندارم. بله بله بله، الا عباده که من هم المخلصین، که حالا ما این رو بیان خواهیم کرد که عباد مخلص خداوند در صدر عباد مخلص آقا سید المرسلین صلوات الله علیهم اجمعین، صدیقه طاهره، فرزندان اینها علیهم صلوات الله علیهم اجمعین، و بعد انبیاء اعظم. ولی من این رو هم به شما عرض کنم آقای حاج ریاض، من احادیثش هم تو این شبها نقل میکنم که شیطان حتی سراغ اینها هم میرفته، حتی سراغ انبیاء و اولیاء هم میرفته. ببینید چقدر قضیه خطرناکه. پس قطعا سراغ بندگان مخلص غیر از معصومین هم شیطان میاد، حتی اگر نتونه اینها رو اغوا کنه،
لااقلش این که اینا رو مشغول میکنه، حواسمون جمع باشه. خیلی باید حواسمون جمع باشه. این ماه رمضونیه اینطوری از دست میره. حالا من عرض میکنم احادیث که تن انسان میلرزه، خدا شاهده. خب بعد چی گفت؟ گفت بلا اضلن نهون، اینا رو گمراه میکنن. وقتی گمراه شدن میشم جز اون بالینی که در نماز میخونیم، بلا بالین. بلا اضلن نهون ولا امنین نهون، گمراهشون میکنن. و بعد چیکار میکنن؟ به آرزوهای باطل و دور و دراز اینها رو در میاد کنن. همینجا من خیلی مختصر عرض کنم فرق آرزوی باطل با آرزوی ارزم به خدمتتون حق چیست. یه فرقی باید داشته باشه. آیا اساسا اسلام میفرماید، اعتقادات اسلامی میفرماید، قرآن و حدیث به ما میفرماید که آقا آرزو نکن؟ به خاطر هم هست من اینجا یه نکته براتون بگم. یه روزی داشتیم ما، روز فکر میکنم بله هم ششم محرم هست، که روزه حضرت قاسم بن حسن، قرون حضرت قاسم خودش و پدرش برم ارزم به خدمتتون، که داشتم روزه حضرت قاسم میخوندم، گفتم که حضرت سید الشهدا عرض کردن به حضرت قاسم که عمو جان، این همون امتحان عظیم، امتحان بزرگ که ارزم به خدمتتون، که حضرت فرمودن چرا تو هم شب عاشورا سوال کرد؟ عمو جان منم فردا شهید میشم. حضرت فرمودن بعد از این که خداوند تو رو مبتلا خواهد کرد به بلاء حسن، به بلاء حسن، باز ببینید کلمه حسن از ماده حسنه، بعد ان یبیک الله به بلاء حسن. خب عرضم به خدمتتون که روز عاشورا آقا سید الشهدا بلاء حسن رو خودشون برای حضرت قاسم ایجاد کردن. فرمودن برادرم آرزو داشت که تو داماد من بشی، دوست داری داماد من بشی؟ حضرت میخوان با این پرسش قاسم رو بندازن تو فضای یک امتحان که بیا حالا زن بگیر، حالا اگه زن گرفتی و خب جوونا میفهمن، اونایی که جوون بودند و دوران نامزدی رو گذروندن، شیرین ترین دوران زندگی یک مرد، مرد جوان، یک پسر نوجوان، و شیرین ترین دوران زندگی یک دختر، یک خانم، پر آرزو ترین، پر آمال آرزو ترین دوران، دوران نامزدیه. میخواد آقا سید الشهدا این عسل رو بذاره تو دهن قاسم، ببینه آیا از این عسل دوره نامزدی و دامادی، آیا احلا از این عسل، شیرین تر از این عسل چیزی هست برای قاسم؟ امتحانش داره میکنه. قاسم پذیرفته اون آرزویی که در دل امام حسین بوده رو پذیرفت، شد داماد امام حسین. آقا دارن عقد میخونن برای قاسم، قاسم از لای پرده خیمه داره صحنه جهاد رو نگاه میکنه که عقب نمونه، مبادا من قاسم حالا که داماد شدم از وسط عمو بمونم، از میدان جهاد بمونم. لذاست که حضرت سید الشهدا مهریه دختر خودشون رو، فاطمه زبیده رو سلام الله علیها رو، چی قرار دادن؟ خون سر قاسم. در امتحان موفق عذاب در آمد، احلا من الاصل شد شهادت، از این اصلی که شیرین ترین اصل داماد شدن و نامزدی، و اونم داماد عموی چون امام حسین. بله دقت کنید، اونجا یه آقای از من سوال کرد که آقا معذرت میخوام. گفتم بله. گفتن این که شما میفرمایید امام حسن علیه السلام آرزو داشتن که پسرشون حضرت قاسم داماد امام حسین بشن، آیا این به نظر شما این طول العملی نیست که میگن آقا مؤمن نباید عمل طویل آرزوی دراز داشته باشه؟ گفتم خب مؤمن چرا نباید آرزوی دراز داشته باشه؟ مؤمن هم میتواند آرزوی دراز داشته، ولی آرزوی حق داشته باشه، ولی این آرزوش دوران. مگه نه این است که الان 1200 سال مؤمنین آرزوی ظهور امام زمان رو میکنن؟ مگه غیر از اینه؟ مگه غیر از این است که هزاران سال انبیا اومدن و مردم رو در آرزوی ظهور پیامبر آخر الزمان وعده دادن که رسول خدایی میاد در کنار اون علی هست؟ عرضم به خدمت تو کنم که مردم هزاران سال به قول انبیا در آرزوی ظهور رسول الله و امیر المؤمنین بودن. بعد از همون اولین سالها رسول خدا بشارت ظهور صاحب الزمان رو میداد. الان 1400 سال مردم
در آرزوی ظهور حجت ابن الحسن هن. امام صادق علیه السلام فرمود لئن ادرکته لخدمته طول حیاتی، یعنی چی؟ آرزو داره دیگه، این آرزو مگه دراز نیست؟ مگه همین الان بگیم ما آرزوی ظهور امام زمان داریم؟ آرزوی که همین فرد اتفاق خدا کنه فرد اتفاق بیاد همین جمعه حضرت ظهور کنه، ولی حداقلش اینه که ما 40 50 سال داریم آرزو میکنیم حضرت ظهور کنه. خب آرزو دراز دیگه، اما میخوام بگیم فرق آرزوی باطل با آرزوی حق چیه؟ فرقش در یک چیزه، آرزوهای حق آرزوهایی است که در نطاق قضا و قدر الهی می گنجد، یعنی بر اساس قوانین الهی امکان پذیر است، ولی اینکه طولانی باشه، ولی اینکه طولانی باشه. و آرزوی باطل آرزوهایی است که در نطاق و ایتار و چهارچوب قضا و قدر الهی نمی گنجد. آها، شیطان این آرزوهای باطل رو در دل انسان ها می داره، یعنی آرزوهایی که وجهش وجه چیه؟ سرابه. یه آدم تشنه رو سراب رو بهش نشون بدن، اونم تا حالا نمی دونستش سراب چیه. هایی وقتی طرف می دونه سراب چیه، یه موقع از طرف نمی دونه سراب چیه، سراب رو نشونش می دن، می گن آها این همون آبیه که دنبالشی، در حالی که اون آبی که او تشنشه چند قدم عقبتر توی چاهی هست که اگه تو اون چاه خلاصه یه ذره زحمت بکشه دلوی تو اون چاه بندازه اون آبو میاره بیرون و میخوره. اما شیطان میاد اون آرزو دست نیافتنی که مثل سراب هست، حالا میتونه آرزو یک عمل باشه، من یه عملی رو یک کاری رو آرزو کنم که بتونم انجام بدم که این کار شدنی نیست، و برای اون کار، برای اون رسیدن به اون آرزو تلاش بسیار هم بکنم، اما این عمل من مثل آرزو، مثل اون نهایت آرزوم که سرابه، عملم هم سرابه. در خود قرآن هم خداوند میفرماید الذین کفروا اعمالهم کسراب یحسبه الظمآن ماء، تشنه خیال میکنه این آبه، همین طور میره ولی به جایی نمیرسه. این همون آرزوی درازیه که هیچ وقت نتیجه و پایان نداره، تا این صحرای آرزو امتداد دارد و این خورشید ارزم دروغین بر این صحرای آرزوها می ارزم به خدمتتون که می درخشد، این سراب رو این فرد گول خورده از طرف شیطان، از دست شیطان این صحرا رو میبیند و خیال میکنه آبی در پیش داره و هیچ وقت هم به نتیجه نمیرسه. این آرزوست، این امنیه، این عمل هست که به جایی نمیرسونه کسی رو، و شیطان به درگاه خدا عرضه میکنه که ولا امنین نهم، اینا رو تو این چالش میندازم، تو این آرزوها میندازم. بله ولا حاج آقا اصخایی میکنم در حدود 7 دقیقه تا 6.5 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم. بله چشم. ولا امنینهم ولا آمرنهم فلا یبتکن آذان الانعام ولا آمرنهم فلا یغیرن خلق الله. من اینجا چون وقت زیادی نداریم، من باید خیلی کوتاه عرض کنم در باب این ولا الضالین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یه چیزی عرض کنم در باب عبارت ولا اضلنهم ضلالت گمراهی. این که میخوام بگم شیطان سراغ اونهایی که خارج از راه هستن نمی رود، اونا که از راه خارجن که از راه خارجن. چه از کجا میگیریم اینو؟ از همین عبارت اهدنا الصراط المستقیم. ببینید فرق اون کسانی که بعد از اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین میگن الحمدلله رب العالمین، با اونایی که بعد از ولا الضالین میگن آمین، فرق اینه. اونایی که میگن الحمدلله رب العالمین بر این عقیده اند و از این عبارت قرآن اهدنا الصراط المستقیم صراط رو مفعول فیه میدونن، یعنی خدایا ما را در ظرف صراط مستقیم که الان درش هستیم، ما در این صراط مستقیمی که الان هستیم بر صراط مستقیم راهبری کن، نه راهنمایی کن به سوی صراط مستقیم. اونایی که میگن آمین یعنی ما هنوز در صراط مستقیم نیستیم، خدایا ما را به سو و سمت صراط مستقیم راهنمایی کن. یه نفر وایساده اینجا
200 متر اون برتر رو داره راه نشون میده، اینو بهش میگن راهنما. اما راهبر کسیه که دست اون فردی رو که میخواد راهبری بشه بعد رو میگیرد و در راه میبرد. اهدنا الصراط المستقیم. به نظر ما شیعیان، در عقیده ما، نه نظر، در عقیده ما که بر اساس دین محمد و آل محمد فرمایش اونهاست که از منبع وحیه، یعنی ما را بر صراط مستقیم راهبری کن. یعنی چی؟ یعنی آیا ممکن است کسی بر صراط مستقیم باشد و گمراه بشود؟ بله. اصلا شیطان سراغ اونایی که خودشون رو بیرون صراط مستقیم میدونن برای چی بره؟ اونا که خارج صراط اونا که هستن اصلا کاری با اونا نداره شیطان. شیطان همه سعیش آقای حاجی ریاض عزیز و بینندگان پشت پنجره کانال امام حسین، که ایشالله چشمتون همیشه به گنبد بارگاه امام حسین باشه، عزیزان من، شیطان همش دنبال اونایی که در صراط هستن. اهدنا الصراط المستقیم. ما رو بر صراط راهبری کن. دست ما رو از دست خارج نکن. آ خدا، دست خدا کیه؟ دست خدا محمد و آل محمد. یعنی خدا یا دست ما رو از دست امام حسین جدا نکن. دست من و زن و بچه‌مو از دست امام حسین و امام حسن و امیرالمؤمنین و زینب و کلثوم علی، دست من رو از دست رقیه 3 ساله، دست من رو از دست فاطمه زهرا، از دست آقا رسول الله، از دست امام جعفر امام صادق علیه السلام، همشون قربونشون برم. از دست اینا خدای جدا نکن. من رو تو این راه گمراه نکن. شیطان بر نداره منو ببره، که خودش میگه ولا اضلنهم. اینا رو من در خود راه به گمراهی میرسونم. یعنی من شیعه دنبال این که من شیعه رو از این راه به در کنه و گمراه کنه. بعد که تموم میشه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، ما میگیم چی؟ میگیم الحمدلله رب العالمین. الحمدلله که این دعامون مستجابه و ما در راهی و خدا همینقدر که من وایسادم دارم به سیره و سنت رسول الله بر اساس قال الصادق قال الباقر نماز میخونم، الحمدلله که من هدایت شدم. اما دیگران میگن آمین، یعنی همه دعا مستجاب نشد، دعا کنیم تا مستجاب شه. لذا فرمودن اگر آمین بگیم این چیه؟ بدعت در نماز و نماز باطل. این فرق قضیه است. ولذا خب دیگه من بعد عرایزم رو جمع کنم. جناب حاج آریاز عرضم بکنند، فرمودن وقت بسیاری نداریم، پس ما تا اینجا ولا اضلنهم رو یه تذکری داریم. هنوز 3 دقیقه فرصت داریم. بله چشم. ولا اومنیانهم گفتیم که بحث آرزوهای دراز، اون آرزوهای باطله. ما بیایم وقتی میخوایم آرزویی بکنیم عزیزان، زود نگیم نه آرزوها رو باید بذاریم کنار. یا مثلا این در لیلة الرقائب مینوشتن مثلا شب آرزوها، بعضی ها میگفتن نه آقا ما نباید آرزو کنیم، مؤمن آرزو نمی کنه که. آرزوهای طول دراز مال انسانهای ارزم به خدمتون غیر موحد، نه، موحدان آرزو می کنن. وقتی ما دعا می کنیم، همینقدر که ما داریم دعا می کنیم، اینا آرزوهای ما که از خدا می خواهیم در حقیقت. بله عرض می کنم دعاها خودش نوعی آرزو هست. بله احسنتون، بسیار عالی. دعاهای ما همین ماه رمضان، ما چقدر دعا میکنیم، چقدر آرزو میکنیم خدایا نام من رو در زمره حجاج بیت، ان تکتبنی فی حجاج بیتک الحرام المقبول حجهم. چقدر دعا میکنیم. اینا همه آرزوهای ماست، ولی آرزوهایی که چی؟ بر اساس، یعنی در چارچوب و در نطاق قضا و قدر الهی. اینجا لازم است اینه که ما از قضا و قدر الهی مطلع باشیم، یعنی علم به قضا و قدر الهی بر اساس آنچه در قرآن و در سیره و سنت و کلام رسول خدا و اهل بیت رسول الله اومده آگاه باشیم. اگر آگاه شدیم به اینکه قضا و قدر الهی چیست و چگونه است و ممکن است دشمن خدا یعنی شیطان چه چیزی به اشتباه به عنوان قضا و قدر الهی به ما معرفی کنه، دیگه گول شیطان نمیخوریم، تو اون آرزوهای باطل نمیافتیم، قضا و قدر رو به دروغ باور نمی کنیم، حرفای غلط شیطان رو از این طرف خودمون رو منطبق می کنیم، آرزوهامون رو منطبق می کنیم بر اساس قضا و قدر الهی. وقتی آرزو می کنیم وقتی دعاهامون مستجاب میشه، و اگر هم مستجاب نشد به یقین خدا بهترش رو به ما میده. این عرض بنده بود در امشب. ممنونم، متشکر، خدا خیرتون بده انشاءالله، که به قول معروف همیشه دمتون گرم باشه. این تحقیقات و
این اعمالی رو که انجام میدید انشاءالله در راه خدا و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین همیشه خرج کنید. حاج آقا به همون لطف کنید دعا بکنید. چشم. چقدر وقت داریم آقای زیاد؟ خدمت شما عرضم 2 دقیقه تا پایان برنامه. خیلی خوب. پس حالا دیگه از امشب که گفتیم باید دعاهامون که در حقیقت آرزوهامونه باید خیلی با دقت بیشتر هم دعا کنیم دیگه. البته تا حالا هم وقتی دعا میکردیم مسلما دقت کردیم روی این دعاهامون، بررسی کردیم. حالا با این نگاه که باید دعاهامون بر اساس قضا و قدر الهی باشه، وقتی من دعا میکنم مثلا خدایا نسل من، فرزندان من، همشون رو از زمره موالیان و محبان امیرالمومنین قرار بده، یا الله که بعدا الهی آمین به تمام وجود الهی آمین، اون وقت آیا میشود من در خانه خودم یه محیطی رو فراهم نکنم که فرزندان من، خروجی های زندگی من که فرزندان من هستن، اینها مشغول این دعا نتونن بشن، بعد توقع داشته باشن بشن؟ میشه؟ اصلا ممکنه؟ یه چیزی من خدمت شما عرض کنم، در به اصطلاح روانشناسی تربیتی میگن فرزندان ما آنچنان که ما دوست داریم تربیت بشوند تربیت نمیشوند، آنان آنگونهی که ما هستیم تربیت میشوند. میشه من خودم در مودت و محبت و ارادت و التزام به ساحت مقدس اولیای خدا کم بذارم، کجراهه برم خدا نکرده، بعد توقع داشته باشم فرزندان من استجیر رو بالله، وقت توقع داشته باشم بچه های من بچه های خوبی در بیان. پس اگر میخوان دعاهامون مستجاب بشه باید خودمون رو با اون دعاهامون همراه کنیم. رضا اینطوری از خدا کن، خدایا به ما لیاقت این دو بده که بچه هایی داشته باشیم، نسل و فرزندان و ذریه‌ای داشته باشیم که همشون موالی محب، دل باخته و دل سوخته و سینه زن و نوکر محمد و آل محمد تربیت بشن و در این نوکری تا دم مرگ زندگی کنن. ما اینطوری باشیم نسل ما رو اینطور قرار بده. الهی آمین. خدا نسل ما رو نمازگزار، روزگیر، حج برو، جهاد کنه در راه خودت، اهل خمس و زکات، اهل امر به معروف و نهی از منکر، تولی و تبری، تولی و تبری قرار بده. الهی آمین. ممنونیم حاج آقا، متشکریم، خدا خیرتون بده. من با اجازتون درس پس بدم و یک دعا اضافه تر بکنم و اونم اینه که خدایا هیچ وقت به ما توفیق نده که ما دستمون رو از دست اهل بیت که در نهایت دست خودت هست بکشیم و خدای ناکرده از صراط مستقیم جا بمونیم. الهیام خیلی متشکرم. الهیام خیلی ممنونم از لطفتون، از اینکه وقت گذاشتید و اجازه دادید که این ارتباط برقرار بشه. انشاءالله صحیح و سالم باشید. انشاءالله باز هم فردا در خدمت حضرت عالی خواهیم بود. ممنونیم، متشکر. یا علی مدد، خدا نگهدار. و اما عزیزان بیننده از شما هم تشکر میکنم از اینکه با ما همراه بودید و بیننده شبکه امام حسین و خاصه بیننده برنامه سرزمین عشق بودید. انشاءالله زنده باشید و باشیم تا فردا شب. یا علی. مولای من حسین جان، آقای من حسین جان، مولای من حسین.